مردم حق ندارن بی تفاوت باشن، تمام مردم وظیفه دارن. یه کاره اشکه که حالا یه مرد یه کار جزئی انجام میده خلاف اینو من میتونم از منکر، اما یه منکریست مثلا در جامعه که اینو شخص نمیتونه انجام بده، باید مردم متشکل بشن. حالا لفظی حزب رو ازش نترسید، قرآن هم میگه الا ان حزب الله هم المفلحون، و ما در این نامه‌مون تذکر دادیم که این دو تا آیه چقدر با هم تناسب داره. یه جا میگه خیر کنتم خیر امتن اخرجت لنا نی بلتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. از هر ملتی امتی باید باشن که امر به معروف و نهی از منکر کنن و اینا رستگار. یه جا میگه الا ان حزب الله هم المفلحون، پس اینایی که متجمع میشن هم میشن حزب الله. حزب الله اینا نیستن که یه عده تحریکشون میکنه، یه شعار عوضی هم بهشون میده، میرن یه شعار میدن، یه جو به هم میزنن، یه هیاهو را میدازن، بعدم غیب میشن. این که حزب الله نیست. حزب الله اونیست که رو مبنا متشکل بشن، متجمع باشن، یکی بشن و جامعه رو زیر نظر بگیرن، جامعه به طرف خیر بره، معروف را بدن در جامعه منکر و جلوش بگیرن. و این وظیفه است، اینو خدا واجب کرده در سوره توبه و در آیات دیگه. علی علیه السلام در وقتی که از دنیا دارم میرم در نامه 47 نهج البلاغه، اونجا وصیت نامه امیرالمومنین هست که میگه وصیت میکنم حسن و حسین و اولاد و من بلغه و کتاب، هر کس نامه من بهش برسه اینا را هر میگه فرمود وصیت میکنم به چی؟ به تقوى الله و نظم امرکم و اینا، تا به اینجا میرسه لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکن. خواهی ترک کنیم چطور میشه؟ فیولا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. این کلام علیه است. امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنیم. ای ترک کنیم چه میشه؟ اثر طبیعیشو دارد میگه دا، اثر طبیعیش اینه ملت مسلمان شیعه علاقه من چه متشتت شد، متفرق شد، هر کی رفت سراغ کار خودش و نسبت به اموری که در جامعه میگذرد بی تفاوت شد، نتیجهش میشد که از این صحنه خالی بدان سوء استفاده میکنن، پست ها، مقام ها، تشکیلات، امتیازات دست بدان میفته. شما میخوای هر چی بشین دعا کن، دعا مستجاب نمیشه، برای که پیشش دست خودته. چرا به این تفاوت موندی؟ جامعه نسبت به اون چه در جامعه میگذره تمام مردم مسئولن مطابق فرماشه. به فرمایش پیغمبر اکرم کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. این بنابراین بایست این وظیفه ی امر معروف نهی از منکر باشه. وقتی که مردم متجمع شد، متشکل شدن، تشکیلات درست شد، آدم های هم آهنگ، آدم های علاقه من، اون وقت حالا این تجمع و حالا اسم میذارن حزب. از لفظ حزب هم ناراحت نشی، قرآن میگه الا ان حزب الله هم المفلحون، الا ان حزب الله هم الغالبون. اون وقت قهرن یه حزبی که متشکل از مردم علاقه منده هماهنگ، اینا اولا یه کاری که میتونن بکنن کادر سازی کنن، یعنی افرادی رو تو حزب بسازن در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در نیازهای کشور، یا آدمای متخصصی رو تربیت کنن که یه روزگاری اگر سفیر کم هست، اگر کاردار کم هست، اگر وزیر کم هست، اگر استاندار کم هست، آدمی حسابی ندارن، اینا بسازن.
احزاب سیاسی تو دنیا، دنیا رو همینجور اداره میکنه. دنیا چماقی دیانه نمیشه کار کرد، حکومت چماقی یه توی دنیا پیش نمیره. مردم روشن شدن، بیدار شدن، هر کسی اهل مطالعه است، اهل کتاب خوندن بیدارن. تو دنیا اینجوری دارن حکومت میکنن مردم، حکومت دست ملت. ما هم که گفتیم جمهوری اسلامی، جمهور باید خودشون کشور رو اداره کنه. مردم جمهور بایستی متشکل بشن، نیروهای خوب بسازن، برنامه‌های خوب داشته باشن. این انتخاباتی که دو کشور انجام میشه، یه روز انتخابات ریاست جمهوری است، یه روز انتخابات مجلس است، یه روز انتخابات خبرگان، اینو شما آقایون دیده در وقت انتخابات یه افرادی قیم میشن دو آقا بالا سر رو، یه حزبای خلق و ساعت و آنی درست میکنن دو یالا آلده که تقلیم کنن چماقی میخوان کش ببرن. این برای این است که از نادانی مردم، از ناآگاهی مردم، از این که مردم تو صحنه نیستن، یک ثانی میخوان از این فرصت استفاده کنن و یه گرفتاری است. باید مردم خودشون جلوتر مجهز باشن، تشکیلات داشته باشن، هم کادر رو ساخته باشن، نیرو ساخته باشن. یه حزب قوی حزبی است که اگر چنونچه در انتخابات ببره، هم وزیر خوب داره، هم وکیل خوب داره، هم استوندار خوب داره، هم همه قسمت ها. در دنیای امروز که دنیایی است که بشر پیشرفت است و به مسائل اقتصادی و سیاسی توجه داره و مسائل دینی الحمدلله بایستیم توجه داشته باشن، این مردم باید تشکیلات داشته باشن. تشکیلات که داشته باشن، قهرن روزنامه باید داشته باشن، رادیو تلویزیون در اختیارشون باشه، روزنامه ها، جرائد، رادیو تلویزیون. اینه که فقط ما دولت نیم، دولت رو مردم میارن رو کار. مردم نباید دستشون به رادیو تلویزیون برسه، رادیو تلویزیون فقط ما چهار نفر اونه که بالا میشینن یه دستور میدن. مردم اگه حرفی داشته باشن، حرفشون باید رادیو تلویزیون بخونن، روزنامه ها باید منتشر کنن افکار و نظریات مردم. تو دنیا اینجوریه. و اگر ما کوتاه بیایم، پس گردنی میخوریم، عقب مونده. بهتون بگم اونجور که دو نفر سه نفر بشینن برای کشور تصمیم بگیرن، این تو دنیای فعلی پیش نمیره. جمهوری معنیش نیست، یعنی حکومت مردم. منتها این هم ما ذکر بکنیم، در این حالی که مردم هم حزب باید داشته باشن، تشکیلات داشته باشن، احزاب باید روزنامه داشته باشن، رادیو تلویزیون در اختیارشون باشه، برنامه ریزی داشته باشن، کادر ساخته باشن، در وقت انتخابات بیدار باشن، با شعور و با بینش خودشون مستقلن افرادی رو انتخاب کنن. نه، یه چیزیست وظیفه، وظیفه شرعی هم هست. حالا همین نامه ما رو آقایون اگه چنانچه دیر آوردید بخونید، دو صفحه هم بیشتر نی، من این رو مستدر روی موازین شرعی بیان کردم برای آقایون. با اینکه اینجوره، اما در قانون اساسی ما یه ولایت فقیه هم هست، ولایت فقیه هم ذکر شد، اما معناش این نیست که ولی یه فقیه همه کاره دیگه، جمهوری تو کار نیست. ولی یه فقیه هم با اون شرایطی که داره در قانون اساسی وظایفی براش مشخص شد. عمده وظیفش، اونی که مهم بوده، این که نظارت بکنه که جریان جامعه، مشی جامعه یه وقت از موازین اسلام و منحرف نشه. مثلا